سلام به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم در مورد زوایای حادی یک بردار با همدیگه صحبت بکنیم برای اینکه ببینیم منظور از زوایای حادی یک بردار چیه من اول یه دستگاه مختصات x و y و z براتون میکشم این محور x این هم محور y و این هم مثلا محور زدمون باشه و بیاد اس بکنیم محور زد محور X و محور وای حالا فرض بکنیم که یک بردار دلخواه غیر صفر داریم توی این دستگاه مختصات مثلا این فرض کنیم که بردار آی ما هستش خب اگر حالا این بردار رو در نظر بگیریم این بردار با هر کدوم از محورهای X و وای و زد یک زاویه ای می سازه. مثلا با محور x فرض بکنید که یک همچین زاویه ای سازه اسمش رو میذاریم آلفا با محور y این زاویه رو میسازه اسمش رو میذاریم بتا و با محور z هم این زاویه رو میسازه اسمش رو میذاریم گامای یونانی این سه تا زاویه یعنی آلفا و زاویه های آلفا و بتا و گاما که زاویه هایی هستن که یک بردار دلخواه به ترتیب با محور های ایکس و وای و Z می سازه بهشون می گیم زوایای هادی بردار مثلا آ یا هر بردار دیگه ای که داشتیم خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که این زوایا رو ما چطور میتونیم پیدا بکنیم این ستا زاویه آیا پیدا کردنشون راحته یا نه و جوابش این هستش که بله خیلی راحته و برای پیدا کردنش کافیه که از ضرب داخلی استفاده بکنیم خب اول بیاید فرض بکنیم که توی حالت کلیم بردار دلخواه آمون معلفه های آ و آ 2 و آ سه داره از معلفه های بردار آمون حالا یه یاداوری من اول میکنم براتون بردارهای یک کی آی و جی و کی رو یادتون بیارین بردارهای یک آی و جی و کی چه بردارهای یک بودن؟ بردارهای یک کی بودن که هر کدوم در راستای یکی از محورهای مختصات بود درسته مثلا بردار آی یه بردار یکی بود در راستای محور ایکس عین همون بردار J یه بردار یکه یک بود در راستای محور وای و بردار K هم یک بردار یکه یک بود در راستای محور Z. بنابراین معلفه های بردار های کی چی بودن اگر یادتون باشه، چون طول واحد باید داشته باشن و مثلا آی در راستای محور ایکس هست پس معلفه ایکسش یکه و معلفه وای و زدش صف هستن این همون داریم بردار یکی جی مساوی هستش با صف و یک و صف چون معلفه وایش غیر صفره و ایکس و زدش صف هستن و نهایتا کی مساوی هستش با صف و صف و یک خب حالا مثلا بیایید ما این بولدار دلخواه آمون رو ضرب داخلی بکنیم توی یکی از این سه تا بردار یکه مثلا آ رو بیایم آ نقطه آی رو تشکیل بدیم ضرب داخلیش بکنیم توی بردار یک آی برابر با چی خواهد بود؟ طبق تعریف برابر خواهد بود با اندازه بردار آ ضرب در اندازه بردار آی ضرب در کوسینوس زاویه بینشون اما چون بردار آی دقیقا همراستای محور X هستش پس زاویه بین بردار یک K آی و بردار آی ما همین زاویه آلفا هستش زاویه هادی بردار آ هستش پس داریم کوسینوس آلفا درسته از طرفی اندازه آی هم که یکه چون یه بردار یک کس پس بنابراین ضرب داخلی آ و آی برابر هستش با اندازه یه بردار آ یا طول بردار آ ضرب در کسینوس آلفا درسته؟ خب حالا ما میدونیم یه روش دیگه هم داریم برای به دست آوردن ضرب داخلی درسته چه روشی هستش همون روشی هستش که خاصیت سوم ضرب داخلی به ما میگفت میگفت بیاید درایه های متناظر دو تا بردار رو تو هم ضرب کنید و با هم دیگه جمعشون بکنید پس اگر این کار رو برای آ و بردار یک آی بخوایم بکنیم به دست میاریم که این ضرب داخلی مت... مساوی هستش با درایه اول آ, آ, آ یک 1 ضرب درایه اول آی یعنی ضرب در یک علاوه آ a2 ضرب در درای دوم a1 که صفره علاوه a3 ضرب در صفر درسته این دو تا جمله که صفر میشن a1 ضرب در هم که a1 پس ما داریم اندازه بردار a یا طول بردار a ضرب در کسینوس زاویه هادی اولش کسینوس آلفا برابر با معلفه اول بردار هستش یعنی a1 بنابراین اگر دو طرف رو به اندازه آ یا طول تقسیم بکنیم به دست میاریم چی؟ به دست میاریم کسینوس آلفا مساوی هستش با A1 بر روی طول بردار آ پس ما مثلا برای اینکه که آلفا رو به دست بیاریم کافیه که معلفه اول بردارمون رو تقسیم به طول بردارمون بکنیم و بعد کسینوس معکوسش رو بگیریم یعنی من این بالا براتون میمسام آلفا برابر میشود با کسینوس معکوس درایه اول بردارمون بر روی طول بردارمون این عدد که داخل پرانتز حساب میکنیم کسینوس معکوسش رو میگیریم و اون میشه زاویه آلفا خب پس الان میتونید احتمالا حدس بزنید که بتا و گاما رو چطور باید به دست بیاریم دقیقا عین همین کار تکرار باید بکنیم اما آر رو ضرب داخلی بکنیم توی این یکی دوتا بردار یکی یعنی جی و کی اگر آر رو ضرب داخلی بکنیم توی جی چی به دست میاریم از طرفی مساوی هستش با طول آ ضرب در طول بردار ج ضرب در کسینوس زاویه بینشون چون ج همراستا با محور وای هست زاویه بینشون زاویه هادی بتا هستش طول ج هم که برابر با یکه بنابراین این از طرفی مساوی میشه با طول بردار آ ضرب در کسینوس بتا از طرف دیگه اگر از خاصیت سوم ضرب داخلی استفاده بکنیم این برابر خواهد بود با چی درایه اول آ ضرب در درایه اول جی علاوه ا2 ضرب در درایه دوم جی علاوه ا3 ضرب در درایه سوم جی که این حاصل جمع هم برابر با ا دو میشه این بار چون جمله اول و سوم صفر هستن پس کسینوس اگر دو طرف رو به طول بردار آ تقسیم بکنیم به دست میاریم کسینوس زاویه هادی بتا برابر هستش با چی این بار می شود آ بر روی طول بردار آ درسته؟ خب اینم هم هست از دومین دو زاویه هادیمون بیایم سراغ سومی سو برای به دست آوردن سومی آ رو میایم ضرب داخل می توی بردای کی کی به دست میاریم چی از طرفی می اندازه آ ضرب در طول کی ضرب در کسینوس زاویه بینشون این بار چه زاویه است چون کی در راستای محور زد هست زاویه بینشون می گاما پس داریم کسینوس گاما که طول K هم که برابر با یک هستش این میشود طول A ضرب در کسینوس گاما و از خاصیت سوم ضرب داخلی داریم چی این برابر هستش با A1 ضرب در صفر به علاوه A2 ضرب در صفر به علاوه A3 ضرب یک پس می شود صف به صف به آسه یعنی مساوی با آسه می شود خب حالا بیام مجددا دو طرف رو به اندازه آ یا طول آ اگر تقسیم بکنیم به دست میاریم چی؟ کوسینوس زاویه هادی سوم یعنی گاما برابر می شود با معلفه سوم بردار آسه تقسیم بر طول بردار آ خب این تا رابطه ای که اینجا داریم این تا رابطه میذاریم اسمشون رو یک دو و سه ستا رابطه ای هستند که ازشون ما میتونیم کسینوس تا زاویه هادی رو پیدا بکنیم و بعد از هر کدوم از اون اعداد اگر کسینوس معکوس بگیریم یا کسینوس معکوسش رو حساب بکنیم خود زوایای آلفا و بتا و گاما رو به ما میده اما یک نکته خیلی جالب دیگه هم هست در مورد زوایای های هادی بردار که باید راجع بهش صحبت بکنیم اون این هستش که ما الان این سه تا کوسینوس رو اینجا داریم کوسینوس آلفا کوسینوس بتا و کوسینوس گاما بیایید این سه تا مقدار رو به توان دو برسونیم و با هم جمع بکنیم یعنی کوسینوس دوی آلفا به علاوه کوسینوس دوی بتا به علاوه کوسینوس دوی گاما رو حساب بکنیم مساوی با چی میشه این گامای من یکم شبیه هشت شد ببخشید باید در این شکلی باشه خب بسایه با چی میشه؟ کسینوس دو آلفا میشود این کسر توان دو یعنی آ یک دو تقسیم بر اندازه یا طول بردار آب توان دو عین همون کسینوس دوی بتا میشود این کسر توان دو یعنی آ دو دو تقسیم بر طول بردار آب به توان دو. و نهایتاً کسینوس دوی گاما می شود A3 به توان دو بر روی طول بردار آب به توان دو. که خب اینا همه مخرج مشترک طول آب به توان دو دارن و صورت می شود چی A1 به توان دو, دو به علاوه A2 به توان دو به علاوه A3 به توان 2 خب چیز جالب اینجا می بینید نقطه جالبش این هستش که A12 بر و A22 بر و a دو برابر با چی هستش برابر هستش با طول بردار آب توان دو دیگه این رابطه هستش که قبلا با هم اثباتش کردیم بودیم پس صورتمون هم برابر هستش با طول آب توان دو یا اندازه آب توان دو پس بنابراین داریم طول آب توان دو بر روی طول آب توان دو که مساوی می شود با یک درسته پس چیز جالبی که اینجا اثبات کردیم اینه که مجموع مربع کسینوس های زوایای هادی یعنی کسینوس آلفا و علاوه کسینوس بتا به علاوه گاما مساوی می شود با یک همیشه برای هر بردار دلخواه آ این یک رابطه خیلی مهم در مورد زوایای هادی هستش از این رابطه چه استفاده میشه کرد به چه دردی میخوره فرض کنید که یه نفر میاد به ما میگه که من یه بردار دلخواهی دارم که با, زب... با محور های و وای و Z این سه تا زاویه رو میسازه مثلا سه تا عدد به ما میگه میگه آلفاش مثلا هست 30 درجه بتاش هست 45 درجه گاماش هم هست 80 درجه مثلا آیا همچین برداری وجود داره یا نه اون وقت ما میگیم خب اگر چنین برداری بخواد وجود داشته باشه مجموعه کوسینوس این زاویه که تو گفتی به توان دو یعنی مثلا کوسینوستوی سی درجه برابر کسینوستوی چلو درجه برابر کسینوستوی هشت درجه باید بشه یک این عبارت رو حساب میکنیم اگر مساوی با یک شد پس اون برداره یک همچین برداری با این ستا زاویه حادی میتونه وجود داشته باشه اگر نه نمیتونه و اون اعداد ساختگی هستن این بردار نمیتونه در واقعیت وجود داشته باشه بعد هم با توی ویدئوهای بعدی مثال های از این قضیه مثال های عددی میبینیم تا بهتر براتون جا بیفته پس اینم از داستان زوایای حادی یک بردار توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ